فلعن الله من الاعدار من الان الى قیام یوم الدین. قال امیر المؤمنین علیه السلام فحسبی بكم اخوانا و للدین انصارا فانفروا کفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله لعلکم تفلحون. این بخش دیگری از نامه امیرالمومنین به مردم کوفه است. در واقع نامه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده بود. این بخش پایانیش که همین ترازه تجلیل از مردم کوفه است. در این نامه و نامه بعد امیرالمومنین از مردم کوفه زیاد تجلیل می‌کنه و در بعضی از خطبه‌ها مردم کوفه رو خیلی مورد سرزنش قرار میده. ما هم معمولاً به کوفی‌ها بدبیرا زیاد میگیم. اولا یه سوال اینه که این جمع این حرفا چجوریه؟ یعنی اینجا امیرالمومنین اینجا اینجوری از کوفی‌ها تعریف میکنه و تو بعضی از نامه‌ها تختهی میکنه. اینو انشالله اگر باشه برسیم اون نامه ها و ببینیم که حق با اونها بوده. یعنی حق با اونها بوده به این معنی که اگر ما هم جای اونها بودیم هم اونجوری عمل میکردیم. ایبالا جمله اول رو ببینید. همین میفرمد حسبی بکن افغانم، همین که شما برادران دینی من باشید برادر کافی. این خیلی تجلیل از مردم کوفه ایست که حالا نامه داره براشون میرین که اینها بیان. حسبی بکم اخوانم کافیه برای من که شما برادرانم باشید. ولی دینه انصارن یعنی نصف بر همونه. همین که شما برای دفاع از دین برخیزید کافیه. توی این نامه این اصلی که اولی که من از این استفاده میکنم اینه که روابط بین مسلمان‌ها باید برادرانه باشه. یه نکته رو عرض کنم. نهج البلاغه و امیرالمؤمنین علیه السلام به دلیل جایگاه علمی که نسبت به پیغمبر داره و جایگاهی که پیغمبر نسبت به قرآن داره، چون قرآن یکی از وظایفی رو که برای پیغمبر بیان کرده اینه که تفسیر قرآن رو به عهده پیغمبر گذاشته، یعنی دانشی در اختیارشه که با اون دانش تفسیر کنه قرآن رو. پیغمبر همین دانش رو در اختیار امیرالمؤمنین و اولادش گذاشته که در روایات به عنوان باب علم النبی، باب حکمت النبی فراون داریم. وقت نتیجه این جمله چیه؟ نتیجه این جمله اینه که اونجاهایی که امیرالمؤمنین وارد تفسیر قرآن شده، از امتیازات بزرگ امیر و نهج البلاغه اینه که تفسیر بسیار روشنی برای قرآن. یعنی وقتی وارد میشه برای اون بحث تفسیری، از همین جمله رو ببینید. این جمله رو امیر تقریبا تا پایان این بحث امروز، این سه چهار جمله‌ای که اینجا هست همش مستند به آیات قرآنه کلام علی. برای این که استفاده کرده خودش حسبی بکم اخوانم از اصل اولیه قرآن گرفته شده که قرآن مسلمان‌ها رو برادر می‌دونه. طبیعی است که انما المؤمنون اخوه یه اصل قرآنیه و بر اساس اندیشه دینی همه مسلمان ها برادرن. یعنی چی برادرن؟ ببینید معناش اینه که روابط بین دو تا برادر چجوری باید باشه؟ این روابط انتظار از بین مسلمان هاست. البته در شیعه ها انتظار بیشتری هست. ما در متون دینی شیعه شناسیمون و در روایاتی که راجع به شیعه هست، اونی که در روایات هست ما نداریم یا کم داریم. این قابل انکار نیست. یعنی شیعه در متون دینی ما
اگر شما این نامه هایی که امام صادق علیه السلام به شیعان نوشته که در این کتاب فقه العقول به صورت ترجمه فارسیش هم هست ببینید، وقتی به این شیعه ها می‌نویسه این نشون میده که تفاوت چجوریه. در این نامه ها مرتب امام گله میکنه کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، آبرو ما نبرید. وقتی توصیه میکنه میگه چنین کنید چنان کنید چنان کنید، بعد ما میفرماید علتش اینه که مردم به شما نگاه میکنن میگن هازا جعفری، اینا تربیت شده جعفر ابن محمد هن، آبرو منو میبرید شما. حتی در تعامل با اهل سنت تو این نامه ها امام صادق علیه السلام به شیعه ها توصیه میکنه میگه تو نماز جماعت اینها شرکت کنین، به تشییع جنازه‌شون برید، مریضاشون رو برید عیادت بکنید، به فقراشون رسیدگی بکنید. بعد میفرماید اگر شما این کار رو انجام بدید اون وقت اگر ببینن که رفتارتون با متون دینی سازگاره باز هم میگن هازا جعفری، اون وقت به این مکتب و فرهنگ تمایل پیدا میکنن. تو این نامه ها به شدت امام صادق از عمل کرده گردی که شیعه هستن خیلی میناره، مخصوصا عصر امام صادق مصادفه با عصر شورش های خراسان علیه بنی امیه و خیلی بنی عباس هم انتظار داشتن، خیلی انتظار داشتن که امام صادق از این شورش ها حمایت کنه، پشتیبانی بکنه. امام صادق هم با همون درایت خاصش پشتیبانی نمی کرد، چون می دونست که این حرکتی که مخصوصا خراسانی ها را انداختن علیه بنی امیه و بنی عباس رو میخوان به قدرت برسانن به نفع مسلمین نخواهد بود. حتی ابو مسلم رسما نامه ای نوشت به امام صادق که من حاضرم تمام این امکاناتی که الان اینجا هست رو در اختیار شما قرار بدم، فقط شما بیا و رهبری قصه رو به عهده بگیر. یک جمله امام صادق در نامه او بیشتر هم میشه، لیس از زمان زمانی ولا انتم رجالی، نه عصر عصر غیاب منه و نه تو جز یاران منی. این جمله معناش اینه که امام صادق اون لایه پشت قصه رو میخوانه که تو یه آلت دستی بیشتر نیستی تو این قصه، اونایی که میچرخونن کار رو دیگران هستن. همین دوره یه عده بسیار زیادی از خراسان آمده بودن در مدینه، رهبر این جریان آمد در خانه امام صادق، از اون کارگر امام صادق برای ملاقات خواست، گفت خب به امام بگم کی آمده، برگشت خب بهشون بگید که یه عده از شیعیان شما از خراسان آمدن. اینم رفت و فردا آمدن بعد ملاقات نداد، فرداش آمدن بعد ملاقات نداد، فرداش آمدن بعد ملاقات نداد. حالا اون حافظه جواب میده بین 30 تا 40 روز این قصه تکرار شد، یعنی تو مدینه موندن برای ملاقات و ملاقات هم نمیداد امام. آخر یکیشون عقلش کار کرد آمد به همون به تعبیر ما به دفتردار امام صادق گفت رفیق ما کی رو باید ببینیم اینجا که این ملاقات اتفاق بیفته؟ گفت راستش اگر بخواهید شما یه ادعایی دارید، من تصور میکنم سر اون ادعاتون امام صادق حرف داره. گفت یعنی چی؟ گفت شما آمده میگید ما شیعه ایم، من هم نمیبینم تو دیافه شما که شیعه باشیم. گفت خب تو برو درستش کن، هر جوری میخوای درستش کنی درستش کن. گفت راهش اینه که شما بگید ما جزو علاقمندان شما هستیم، محبیم. گفت بسیار خوب، من اینو برم میگم. گفت برو بهش بگو که چند نفر از محبین شما آمدن میخوان شما رو ببینن. آمد پیش امام صادق و آقای عده از علاقمندان شما آمدن، گفت بگو بیان. تا آمدن نشستن و خبر احوال عادی تمام شد سخنگوی هیئت برگشت گفت گرد رسول الله ما روزها اینجا منتظریم پیش این در همینه نمیشد 20 روز قبل این ملاقات انجام بشه؟ حضرت فرمود شما روز اول یه ادعایی داشتید، اون ادعا دروغ بود. گفت بگم ما چی گفته بودیم؟ فرمود شما ادعا میکردید ما شیعه ایم، شیعه ما سلمانه، شیعه ما میسمه، شیعه ما عماره، شیعه ما مقداده. اگر شما این جزء اینایی خب خرفید، اگر نیست دیگه چی ادعا میکنیم؟ امروز آمدید ادعا میکنید میگید ما محبیم، ما اینو قبول کردیم.
محبتتون رو قبول داریم، اما اینکه تشیع به معنای اینکه چون شیعه واجش اینه دیگه، اینکه از ما تبعیت میکنید پیروی میکنید، این خیلی با ادعاتون سازگاری نداره. حتی عجیب رو همین قصه مثلا ببینید، داره تو تاریخ که باز یه جمع دیگری آمدن خیلی تون، انقلابی های احساساتی، آمد پیش امام صادق بعدش با آشا رو دیام نمی کنی، حضرت فرمود من کسی ندارم. گفت کی میگه کسی نداری؟ شما فقط بیا به صحنه، 100,000 شمشیر زن رو از خراسان بسیج میکنم. حضرت فرمود حتما این پیشم خودتی دیگه. گفت بله آقا، ما که جانون ما رو همه چیزمون در اختیارشون. گفت خدا انشالله قبول کنه. آرام از تو اتاق امام یه معذرت خواهی کرد، گفت ببخشید. آمد بیرون به این کارگری که توی خانه بود گفت تنور رو آمادش کن، هر وقت تنور آماده شد بعد به من یه اشاره بکن. بعد آمد داخل رو نشست پیش این خراسانی. خراسانی هم هر کدری گفتن زیاد داشته که کشوری انقلاب شده بود، همه چی به هم ریخته بود. خب خراسان چه خبر؟ این هم هی گفت 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 تا اون نگهبان ها آمد یه اشاره کرد به امام که تنور آماده است. به تعبیر من امام برگشت بهش گفت که اگر تو حیات یه قدم بزنیم که مخالف نیستی؟ گفت نه. همراه امام آوردش همجور نزدیک تنور. در نزدیکی تنور که رسید امام بهش گفت برو تو تنور. برای لحظاتی با ایستاد، یه نگاهی کرد به تنور، دید تنور شعله میکشه، اصلا آتش به قدری قویه این تنور قرمز شده. حضرت دوباره گفت برو تو تنور. یه نگاهی به امام صادق کرد، گفت آقا ما زن بچه داریم، زن بچه‌مون اونجا منتظرن. گفت میگم برو تو تنور. برای بار سوم که گفت در عیان صدا کرد. یکی از شیعیان واقعی که ربیع یعفور و از شاگردان برجسته این مکتبه پشت در بود، بدون اینکه امام در رو باز کنه ببینه کیه، تا در صدا کرد گفت ابن ابی یعقوب بیا تو. تا آمد تو گفت السلام علیک ابن رسول الله. گفت برو تو تنور. بدون اینکه اصلا بگه تنور چی است چی نیست، رفت تو تنور. امام خراسانی دیگه هم کشیدش این طرفتر، هی با صحبت کرد. خب خراسان این همه این میخواست ببینه به تعبیر ما آخرشون گزاره شد یا نشد. بعد از لحظات که از توی تنور داد زد، گفت یک رسول الله از سردی میلرزم، اجازه میدی بیام بیرون؟ امام یه نگاهی به ابن ابی یعقوب کرد، یه نگاهی به این خراسانی کرد، برگشت گفت چند نفر مثل این تو خراسان داریم؟ و آقا اونجا از این حرفا خبری نیست. و حالا اینو بهش میگه شیعه. ببینید این آدم، این ابن ابی یعقوب انقدر در شناخت امام بالاست. یه روز مهمان امام بودن جمعی از شاگردان امام، فصلم فصل انار بود. تو این دوره ایست که امام صادق تبعیدی کوفه است، چون میدونید امام صادق چندین بار تبعیدش کرد. منصور میوه انار آوردن، بحث همین مباحث علمی مطرح شد و خلاصه بحث اطاعت و ولایت این حرفا، هر کسی چی می میگفت. همین ابن ابی یعقوب این انار رو برداشت، اناری که آورده بودن که کفران رو برداشت، شکست، دو تا تیکش کرد. بعد از اینکه دو تا تیکش کرد، گفت به امام صادق گفت ابن رسول الله این انار یکی بود، من الان دو تاش کردم، ولی اگر شما بفرمایید این حرام این تیکه و این حلاله، نمیگم چرا. روح دین اینه، روح دین تسلیم کردن مردم در برابر خداست. اعمال عبادی هم اگر به اونجا منتهی میشه ارزش واقعی داره. یعنی این نماز و روزه و قضا و قضا باید به عنوان یه عملیات تمرینی انسان رو بکشانه به تسلیم بودن در برابر خدا. که قرآن میگه روز قیامت همه مشکل دارن الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم اینه، یعنی تسلیم از نظر روحی در برابر خدا. مخصوصا این که عرض کردم، ببینید تفکر قرآن یا معارف دینی اینه، مسلمین همه برادرن. اگر برادرن در تعامل دوستی باید برادری بکنن. حتی همون راوی برگشت به امام صادق، به مناسبتی داشت ادعا میکرد
گفت خب شما که اونجا ادعای شیعه دارید چجوری زندگی میکنید؟ گفت زندگی میکنیم دیگه، ما به هر حال منتظر اینیم که قیام آل محمد اتفاق بیفته. چنین چنان حضرت فرمود خب حالا اوضاعتون چجوریه؟ یکم توضیح دادم. بعد فرمود منتظریم شما. گفت بلا ما حضرت فرمود من شما رو شیعه نمیدانم مگر اینکه کارتون به جایی بکشه که اگر یک برادر دینیتون نیاز داشته باشه بیاد دستشو ببره تو جیبتون به اندازه نیازش از تو جیبتون پول برداره هیچی نگی، اون رو من شیعه میدانم. اصلا این نامه هاش به مردم اهواز و کجا و کجا ببینید اونقدر امام صادق تو این بخش از این شیعه ها گله میکنه که رفتارشون با فرهنگتین سازگاری نداره. اینجا امیرالمومنین از اون اصل قرآنی استفاده کرده که فرماید حسبی بکن اخوانن، همین که شما برادران دینی من باشید کافیه. ببینید واقعا درده ما همین امیرالمومنین که روزهای آینده روز ترور و شهادت حضرته، امیرالمومنین سه تا وصیت‌نامه داره. یه وصیت‌نامه داره که اصطلاحا ما بهش میگیم وصیت‌نامه سیاسی الهی. این وصیت‌نامه اسمش وصیت‌نامه است ولی شیوه اداره مملکت و تعامل اجتماعیه. این وصیت‌نامه رو بعد از اینکه جنگ صفین برگشته خطاب به امام حسن نوشته، اسمش نامه به امام حسنه ولی مملکت داریه. بعد از اینکه ترور میشه دو تا وصیت‌نامه دیگه، یه وصیت‌نامه‌اش همین است که کم و بیش گفته میشه در بین مردم و یه وصیت‌نامه‌ای هم داره که اون رو کمتر میگن یا اصلا گفته نمیشه که حضرت راجع به مسائل شخصیش داره، چه جوری دفنش کنن، کجا دفنش کنن، راجع به انبارش تصمیم میگیرن. تو این وصیت‌نامه‌ای که بعد از ترور داره این جمله را داره: اوصیکما و جمیع بلدی و من بلغه کتابی. این وصیت برای تو حسن و حسین، همه برادران، همه فرزندانم و هر کسی که صدای من به او برسه. یه جمله عالمی یه بار به این گفت قبل از انقلاب، خدا رحمتش کنه، به خاطر تذکر اخلاقی من بدم جمله را از وصیت امیرالمومنین خوندم. یه وقت با یه نهیبی برگشت گفت در ذهن یادت باشه این وصیته و کسی که از عمل به وصیت تقلب کنه قیامت مؤاخذه سختی داره. این غیر از کلام محمودیه. یه مرتبه امیرالمومنین حرف میزنه، یعنی مطلبی رو بیان میکنه عنوان ارشاد و کذا و کذا، یه مرتبه نه وصیت میکنه. اون عالم حرفش این بود، گفت اینا وصیته و وصیت هم اون کسی که به وصیت عمل نکنه مجرمه. مخصوصا این جمله امیر که و من بلغه کتابی، نمیگه مال شمایه حسن و حسین و همه فرزندانم، میگه هر کس در طول تاریخ این صدا رو بشنوه این وصیت داره رو عمل. از جمله اون وصیت های این اینه به عنوان کتاب: اصلاح ذات بینتون. عجیبه، اول هر فرازی هم با این جمله شروع میکنه: الله الله فی نظم امرکم، الله الله فی القرآن، الله الله فی الایتام. همینجوری میگه که تو ترجمه این الله الله هیچ کسی ادبیات روان روشنی نداشت. مقام معظم رهبری یه ترجمه از این ارائه کرد، یه جایی خیلی خوشم اومد، برگشت گفت این کلمه الله الله اگر بخوایم فارسی برش کرده یعنی تو رو به خدا، تو رو به خدا این کار رو بکنی. اون وقت اینجا امیر میفرماید الله الله اصلاح ذات بینکم، اختلافاتتون رو حل کنین، اصلاح کنین بینتون رو. بعد همینجا به امام حسن خطاب میکنه، میگه از جدتون شنیدم که فرمود اگر دو نفر رو اصلاح کنید بینشون رو، اصلاح ذات البین ارزشش بیشتر از من عامت السلام. مفسرین در این کلمه عامت السلام اختلاف دارن ولی حد اقلی که گفتن مدعی هستن یعنی یک سال نماز.
امام می فرماید پیغمبر رو من فرمود علی جان تا اونجایی که میتونی بین افراد رو اصلاح کن و اگر این اصلاح رو انجام بدی این اصلاح ذات البین به اندازه عامت الصلاه ارزش داره. همین امام صادق علیه السلام که ما به او به عنوان صادق آل محمد نگاه میکنیم البته این جد شدید میشه و خیلی هم امام صادق روی این حساس بود. یه مأموریتی بهش داد برو کوفه، یه پولی هم بهش داد، بهش گفت برو مخفیانه تو کوفه تو شیعه ها بگن هر شیعه هر اختلافی داره اختلافش هم کن، هر کجا هم نیاز به پول بود از این پول من خرج کن، این پول رو برای همین بهت دادم. آمد تو کوفه مدتی به صورت یه ناشناس این شیعه هایی که به هر حال گوشه و کنار آشنایی و تا به یه جایی رسید دید که یک دامادی با پدرزنش دعوایی هم کشیده شده اختلاف به بالا به گونه ای که روی روابط خانوادگیشون هم اثر کرده. معلا یکی از این شیعه ها رو خواست گفت خب این کجاست و خب اونجاست و رفت پیش پدرزنه گفت مشکلتون چیه؟ خب پول ما کشیده بالا. گفت داماد قبول داره پولو؟ گفت نه. گفت چرا قبول نداره؟ گفت به هر حال من پولو بهش دادم و اونم انکار میکنه. حالا داماد رو خواستش روی جلسه صلح تشکیل داد محلا. بعد از اینکه جلسه صلح رو تشکیل داد به داماد گفت چی میگه پدر خانومه؟ گفت بی خود میگه. پدر خانم گفت تو چی میگی؟ گفت من طلب دارم، تا طلبم رو نگیرم کنار نمیرم، اصلا هم حق نداره خونم بیاد. گفت واقعا دعوا مثلا این پول دنیاست؟ گفت آره. گفت چقدره؟ گفت اینقدره. اصلا اینا نمیدونستن این آدم کیه. پول در آورد گفت این پوله، این پول رو من به تو میدم، این پول رو بگیر به این اختلاف خاتمه بده. رفت که پولو برداره گفت ببخشی اول تو بگو تو کی هستی که تو این قصه دخالت میکنی و بعد پولی که تو میدی چه پولیه، از کجا آمده، رو چه حساب من باید بردارم؟ گفت تو چه کار داری؟ تو دعوات سر پوله دیگه، تو به خاطر پول با دختر قطع ارتباط کردی، با داماد قطع ارتباط، این پول دیگه. گفت نه من تو ندارم من نمیدارم. گفت میخوایی بدونی؟ باره. گفت امام زمان کیه؟ گفت امام زمان امام جعفر صادقه. گفت این پول مال جعفر ابن محمده. بعد درگشت گفت این پول رو امام صادق به من داده، به من مأموریت داده که مشکلات شما ها رو حل کنم، هر کجا نیاز به پول خرج کردم بود خرج کنم. وقتی این جمله رو گفت ما نخواستیم از دستش، از اون اختلافمون هم دست کشیدیم. یعنی ببینیم امام صادق ما حاضر از پول شخصیش بده تا اختلاف دو تا شیعه را حل کنه، ما متاسفانه نه تنها تلاش نمی کنیم، آتشبیار معرکه تو اختلافات هستیم و بعدم تصور می کنیم اینا انگیزه های دینی داره. تصور می کنیم مثلا از دخترمون دفاع می کنیم، از پسرمون دفاع می کنیم، از قومون دفاع می کنیم. نیست، شیطان این نقش آفرینی رو میکنه. این که امیرالمؤمنین حسبی بکن اخوانن، اگر مسلمون ها برادر بشن در همین روابط خانوادگیشون خیلی مشکل رو حل میکنه. بنابراین اصلی که من ازش استفاده میکنم از این جمله اینه که روابط بین مسلمون ها نباید بر اساس روابط قوم خویشی، همسایگی، ملیت، شهریت بنا باشه. روابط بر اساس برادری باید باشه، چون اون از همه تعمیق‌تره. اگر روابط بر اساس برادری باشه همه این مشکلات رو پوشش میده. جمله دومی که میفرماید اینه، میفرماید ولی دین انصارن، همین که شما یاران دین باشید کافیه. اینا خیلی تجلیل از مردم کوفه‌ایه. اینی که من ازش استفاده میکنم اینه که حرکت مسلمان ها باید دین مدار باشه. باز الان متاسفانه ما میبینیم تو جامعهمون، من خودم رو میگم، ما مشکل اساسی اون اینه که خدا تو زندگی ما حضور نداره. خدا اون آخر آخره. یا
یعنی زندگی رو بر اساس معیارهایی که خودمون انتخاب کردیم زندگی میکنیم، با خدا هم کار نداریم. حالا اگر هماهنگ بود اگر نبود به کار بود، که هم به فکرش میفتیم، حالا میگم که خیلی داده دین داریم، ادعای دین داریم کنن، اون تهش هم به فکر میفتم مثل اینکه خدای هم هست. در حالی که مسلمان اون تسلیم روحی بودن اینه، در هر تصمیمی که میخواد بگیره، چه شخصی، سیاسی، اجتماعی، فلان، اول باید این تو نگاهش بیاد که مطابق دین هست یا نه، خدا از این عمل راضیه یا نه، این کاری که انجام میدن مطابق حکم خدا هست یا نه. این معناش حضور خدا در زندگیه. ببینید ما یعنی دیگه نیستیم دیگه، تو روابط سیاسی مون گرفته از روابط قوم و خویشیمون، زشت واقعا شیعه بهش میگیم، میگم در این حال که میدانم این آدم به درد این کار نمیخوره، به این رأی میدم تا فلانی رأی نیاره. میدونم حق با توست، ببینیم تو این روابط دیگه، میگم میدونم حق با توست، ولی به خاطر لجی که با تو دارم، با برادرت دارم، با پدرت دارم، با مادرت دارم، حاضر نیستم هم کنیم. محور حرکت ها را اگر ببینیم، یا هوای نفس یا هوای نفس دیگران، خدای توش نیست. امیرالمومنین میفرماید که این که شما محور حرکتون دین مدار باشه، این برای من ارزشه، کافی هم هست. این جملات علی در این تاریخ همینه، یعنی در این تاریخ مردم کوفه حرکتشون حرکت دین مداره. فنفرو خطافن و سقالا، بعد از این تجلیل هایی که از این ها میکنه میگه همه بیاد. تو این کلمه رو امیرالمومنین از قرآن گرفته. در قرآن در بحث جهاد خداوند اینجوری دستور میده که فنفرو خطافن و سقالا، کل این آیه قرآنه، و جاهدو و اموالکم و انفسکم. این خفاف که ریشش خفیه معنی سبکیه، و سقال هم که ریشش سقلت معنی سنگینیه. اومد تو این آیه که میگه سبک و سنگین حرکت کنید با هم یعنی چی؟ تقریبا 3-4 تا تفسیر ازش ارائه کردم. یکیش اینه که معناش اینه، چه در حال توانایی چه در حال ناتوانی، همه باید در دفاع شرکت کنند. همه میزان تکلیف افراد به اندازه تواناییشونه. جنگ تبوک بدترین جنگ پیغمبر بود، هم از نظر موقعیت سیاسیش، هم از نظر موقعیت زمانی، به گونه ای که حتی پیغمبر نتونست نیرو بسیج کنه. همونهایی که یک سال قبل در جنگ مکه پیغمبر 10,000 نیرو رو بسیج کرده بود، تو جنگ تبوک به خاطر تلاش منافقین و مسائل دیگه ای نتونست بسیج کنه، بلدا لقب گرفته به جیش الاسره. وقت تو این جنگ بعضی از مسلمان ها بودن که هیچی نداشتن که بیان به جبه، یعنی فاصله 700 کیلومتر راه بود، نه شطوری، نه اسبی، هیچی نداشتن. آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما حاضریم ولی هیچی نداریم. پیغمبر هم فرمود هیچی ندارم تو من. اینها گریه افتادن از این که نمیتونن تو این جنگ شرکت کنن. اینها یکی از اون گروه های بدکارینی هستن که در تاریخ ازشون تجلیل شده، قرآن هم ازشون تجلیل میکنه. به پیغمبر میگه همین مقدار که اینها این مقدار صداقتشون رو در معرض نمایش گذاشتن کافیه. ما همینجا همین آیه رو آورد که این فرو تفاقم و سقال، هر کس هر جوری که میتونه، اون یکی رزمنده است که آرپیچی میتونه بزنه اونم باید بره، اون یکی هم که آب میتونه بده بیشتر از این تمام نداره اینم باید بره. جنگ همیشه لازم داره. اصطلاح نظامیش اینه که یک رزمنده که میجنگه 10 نفر پشت جبهه باید تدارک ببینن تا اون رو بتونن پاسپورت. اینجوری که نیست که ما بگیم فقط اون رزمنده رو، نخیر، همه درگیرن. یه تفسیر اینه، میگن که در حال توانایی چه ناتوانی، هر جوری که هست باید حرکت کرد. تفسیر دوم اینه که میگن که نه، معنیش اینه که چه این حرکت براتون سخت باشه چه آسون باشه باید برید. الان شرایط زندگی من به گونه ایست که
البته این جنگ تبوک خیلی جنگ سرنوشتازی بود برای مسلمان ها و خیلی هم ماهیت مسلمان ها برملا شد. میگن چه سخت باشه چه آسون باشه باید برید. یه تفسیر دیگه میگه نه، سوار و پیاده باید برید، اسب ندارم و شطور ندارم معنی نداره، باید حرکت کنید. این هم یه تفسیریست. یه تفسیر دیگه میگن نه، کفافن و سقالا پیر و جوان همه باید برن. اونی هم که جوانه باید بیره، اون هم که باید پیره باید بیره. عمار یاسر، این یار وفادار پیغمبر علی، در جنگ صفین 93 سالش بود و می جنگید و شهید شد. اینجوری نبود که بگه دیگه از ما گذشته، سن 93 سالگی کم سن نیست. اما در این حال این آمده عنوان دفاع از امیرالمومنین و همونجا هم شهید شده که اصلا شهادت او یه وزنه سنگینی برای معاویه بود. اینجا هم ببینید، این از این هم من این استفاده میکنم که در دفاع از نظام همه باید به سر نمیان. هیچ کس نباید احساس بکنه که من تکلیف ندارم. همه عرض کردیم همه تکلیف دارن. تفاوت تکلیف فقط در میزانشه که میزانش متناسب با توانایی شخص بده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این هم از اونجا گرفته، قرآن گرفته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها معنیش اینه که همه تکلیف دارن، اونجا هر کسی به اندازه توانش، هر که به اندازه توانش تکلیف داره، روزه این اینه، اونونه اونونه، هر کسی به میزان کاری که میکنه. این نکته هم بد نیست بدانید. اون کسی که مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان فرض کنید خمس میده و این مقدار خمسشه، با اونی که 5 تومانی خمس میده و خمسش همینه، از نظر انجام تکلیف یکسانه. اون توانش همین بوده انجام داده، اونم توانش همین بوده انجام داده. یه خاطره این هم کنم خیلی عجیبه، مرحوم آیت الله لزمای میلانی رو خب اونایی که سنشون بیشتره میشنسن شده، مرجع بسیار بزرگی بود در اینجا. ایشون یه بار در نصیحتی میفرمود، میگفت یک روز دفتر به من گفتن یه زنی آمده میگه یه مقدار خمس دارم و میخوام اینو بدم به دست خدا. هر کاریش هم بکنیم که تو بده میگه نه میخوام بدم به خدا. گفتم خب بگیم بیا. با آمد دیدم یه پیرزن برتوبیه، سلام کرد و نشست و بعد از خبر اول 5 تومانی گذاشت میشن. گفت این خمس مال منه. گفتمش خب شغلت چیه؟ چه کار میکنی؟ زندگی چجوری میگذره؟ گفت میگذره. بعد برگشت گفت کنار خیابون سفره پهن میکنم، سوزن میپوشم. همین سوزنهای دستی میپوشم. این مقدار اضافه آمده از خمسان. خمسان رو بودم. چون میفرمون منم تشکر کردم وقتی که خواست بره بیرون، دیدم مثل این که افرادی که میرن به حرم امام بزا عقب عقب راه میرن، همینجور عقب عقب راه میره، خیره خیره داره رو من نگاه میکنه. برگشتم بهش گفتم که مادر چرا اینجوری راه میریم و چرا اینقدر نگاه میکنی؟ گفت میخوام بشناسم. گفتم برای چی؟ گفت میخوام بشناسم چهره تو ذهنم باشه قیامت، جلو تو بگیرم و خدا بگم من خمس رو دادم به این که این از این دفاع از دین دفاع کنه، اما دفاع کرده یا نکرده اون رو تو محاسبه کن. خود میلانی میفرمود گریه کردم وقتی این جمله رو من گفت که مردم اینجوری نگاه میکنه. یعنی ببینید طرف روی معیار دینداریش تا اینجا وایستاده که میگه من اینو بهت میدم با این انگیزه، اینو بهش میگن به اون تعبیری که من دارم کسی که خدا حرف اول رو تو زندگیش میزنه. براش مهم نیست، تسلیمه. 5 تومنم پولش بشه میده، 100 تومنم بشه میده، 500 تومنم بشه میده. بعضی ما اینجوری نیستیم دیگه. تا وقتی فقیریم با مسجد و محراب در کار داریم، پول داری که میشیم با مسجد محراب کار نداریم. یه تیکه از تاریخ زندگی پیغمبر بگم. یه فقیری بود تو مدینه، بعد مالیش خوب نبود، آمد تو خونه زنه بهش گفت اسمش هم صدقه است.
آمد تو خونه زنه بهش گفت بابا برو پیش پیغمبر یک کمکی بگیر. آمد تو مسجد با چشمی که پیغمبر افتاد خجالت کشید. رفت تو مدرسه خونه رو گفت رو نیامد. گفت برو به پیغمبر بگو. پیغمبر یه نصیحتش کرد که برو به تعبیر من رو پای خودت بایی زحمت بکش. دو مرتبه آمد با زنه فشار آورد که بابا ایچی نداریم تو خانه خان برو یه چیزی بهش بگوی کمکی فعلا بکنه. دو مرتبه که آمد پیغمبر دو درهم بهش داد. دو درهم گرفت. آدم تیزی سریع رفت بیرون خورما خرید. هنوز نماز پیغمبر تمام نشد آمد جلو مسجد پیغمبر کرد گفت خورمه رسول الله است تبرک و خورمه رسول الله است چندین برابر اون دو درهم خورما رو فروخت. مردم هم ممانیم که خورمای تبرک پیغمبره پول میداره خورمای را فروخت و بعدش پول شد. خلاصه از اینجا تبدیل شد به یک دامداری که دیگه مدینه جواب دامداریش رو نمیده. دامداری رو کشید بیرون مدینه و ازش خیلی خوب شده تو به تو به قول ما آیه زکات نازل شد. پیغمبر یک کسی رو فرستاد پیش همین سعلبه بهش گفت که پیغمبر میگه که این آیه زکات نازل شده زکات رو بده. خیلی جواب تندی داد گفت به کی بدن بخوره به یه عده مخوره جدا بدن که چی زحمت کشیدم اینو پول در آوردم. اینم خیلی تعجب کرد آمد توی پیغمبر گفت این خلاصه حرفش اینه. دو مرتبه فرستاد بهش گفت برو بهش این دستور دینیه. صحابه دوباره تندتر برخورد کرد. این بنده خدا آمد پیش پیغمبر. پیغمبر بهش گفت که برو به سعلبه بگو. پیغمبر گفته همون دو درهمی که به داده بودم و بده. آدم مغرور متکبر بی تجربه وقتی آمد بهش گفت پیغمبر بگو دو درهم رو بده همینجوری دو درهم فرد کرد گفت بگی ببر بهش بده. دو درهم پوره. وقتی آمد به پیغمبر گزارش داد که این اینجوری برخورد کرده فقط یک جمله پیغمبر فرمود. فرمود حلک سهلبه. تمام شد قصه سهلبه. شاید چند روزی تو نکشید باد و بوران و سیلی آمد تمام این دامداری رو با همه چیزش برد. به گونه ای که سهلبه چوب چوبانیش رو برداشت آمد تو مدینه بود. همه چیزش رو برد. فردا تو مسجد پیدا شد. وقتی پیدا شد پیامبرش سخنرانی میکرد. فقط چشمش افتاد به سعلبه و میدونست قصه چه اتفاق افتاده. گو آمدی؟ ولی حالا چرا؟ اون وقتی که بهت گفتم پولو بده، زکاتو بده، چرا؟ ببینید حرف امیر اینجا اینه. میفرماید حرکت مسلمان باید دین مدار باشه. اگر دین مدار باشه هم زندگیتون حل میشه هم ثواب داره آخرتتون هم تأمین میشه. یک جمله از امام صادق امام باقر علیه السلام نقل کنم به عنوان ختم این قصه. میفرماید اگر این مقداری که مردم در خانه خبینقی دویدن که مشکلاتشون حل بشه خیلی عبارت عجیبیه. میفرماید این مقداری که مردم در خانه خبینقی دویدن که مشکلاتشون حل بشه اگر یک صدام آن را در خانه خدا می‌رفتن هم مشکلاتشون حل می‌شد هم زودتر هم می‌شد هم آبروشون حفظ می‌شد. این مداری اینه که اگر بناس به دست او حل بشه نه به دست این خرب به عنوان تکیه نه به عنوان واسطه این که مطرحه. از این جهت امام می‌فرماید که این پروفه آهن و سقالا جاه دو به انبال کن و انفس کن همه باید بیان. دو سه تا اصل دیگه هم داره تویه به اینجا که حالا من اونو میدارمش کنار. این نامه اول تقریبا تمام شد ولی هفته دیگه به دلیل این که ایام شهادت امیرالمومنینه این هفته رو استثناءً نامه های نهج البلاغه نمی کنیم. میخوام این زندگی پنج ساله امیر و مخالفینش رو تحلیل کنیم که مخالفین امیر توی این حکومت چجوری همین عمل میکردن و امیرالمومنین با اینها چجوری برخورد میکرد. چون صداقت و عدم صداقت و حکومت ها را در برخورد با مخالفینشون میشه محک زد که اونجا چجوری عمل میکنن آیا حاضرن اصول رو اونجا هم رعایت کنن یا نه. انشالله اگر زنده بودیم از شنبه
تحت عنوان مخالفین امیرالمؤمنین علیه السلام بحث اونجا میتونم ادامه بدم. اصلا اینا کیان؟ چرا با علی مخالفن؟ مشکلشون با علی کجاست اصلا؟ چون مخالفت خیلی حاد دیگه، امیرالمؤمنین سر این قصه مخالفت جانشو میگذاره، یعنی طرف تا این مقدار حاضر مخالفت بکنه که او را هم ترورش بکنن. این بحث انشالله با اون سمت پیشش میبریم تا پایان هفته، تا ببینیم چه میشه. اللهم انا نسألک من الروم بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله. پروردگار ما رو بیامون، خدایا تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر، خدایا شب اول قبر شب اول راحتی من در آن بده، خدایا توفیق علم و عمل و همه ما عنایت ببر، خدایا به حق پیغمبر اسلام قسمت میدهیم ما رو در دنیا زیارت اهل بیت در آخرت شفاعتشون محیوز مگردن، خدایا به حق امیر المؤمنین قسمت میدهیم ما رو با عشق علی زنده بدار و با عشق علی بمیران، خدایا به حق امیر المؤمنین قسمت میدهیم این عشق رو در نسل ما هم همچنان باقی بدار، خدایا به حق شهدای کربلا قسمت میدهیم مجروحین معلولین مردای اسلام و مسلمین شفای عاجل عنایت ببر، خدایا به حق موسی بن جعفر زندانی بغداد قسمت می‌دهیم زندانیان مسلمین در سراسر دنیا آزاد بفرما، خدایا به خدمتگزاران کربلا قسمت می‌دهیم خدمتگزاران به این ملت مملکت اسلام قرآن هر جور خدمت می‌کنند هر کجا خدمت می‌کنند مخصوصا مقام معظم رهبری در کنف امام زمان هند بفرما، قلب امام زمان ما از ما راضی و خشنود بگردان، در فرج امام زمان تعجیل بفرما و عجل الله اونو فی فرج امام را صادق.